سلام، من مصطفی صدیقی هستم. به این مجموعه خبری خوش آمدید. حمله مهاجمان مسلح چادری پوش در شهر پشاور دست کم 9 کشته و 37 زخمی به جای گذاشته است. پلیس گفته که مهاجمان بر انستیتیوت زراعت در شهر پشاور یورش بردند و ظرف 2 ساعت همه از پای در آورده شدند. تحریک طالبان پاکستان مسئولیت رویداد را به عهده گرفته است. پلیس گفته که مهاجمان چادری پوش توسط یک رکشا به محل رسیدند. 8 محصل، 3 سرباز اردو، 1 خبرنگار، 1 پلیس و 1 محافظ امنیتی در میان زخمی ها هستند. نام تو فیل احمد دی او دلته کی زو استودنت یا او سټم موش پرتو سبا مده 8 بجه ټایم نو دا فایرینګ شروع شو او تقریبا موش 5 کسان روم کې 3 راو تل کتو دا پر چې وی کتل نو کسانو فایرینګ شروع مونږ ته اطلاع ورچې دروازه بند کی. بخش مطبوعات اردوی پاکستان گفته است نیروهای پلیس و اردو ظرف 2 ساعت همه مهاجمان را از پا در آوردند. تحریک طالبان پاکستان مسئولیت حمله را به عهده گرفته است. در دسامبر سال 2014 مردان مسلح تحریک طالبان پاکستان با حمله بر یک مکتب عامه اردو در پشاور 134 کودک را کشتند. تحریک طالبان پاکستان با هدف سرنگونی حکومت و تأسیس نظام استوار بر تفسیر تندروانه از شریعت اسلامی می جنگند. زلزله نیرومند در کرمان ایران بیش از 40 زخمی به جای گذاشته است. زلزله امروز چندین روستا را سخت زیانمند ساخته است. در کرمان زلزله 6.1 ریشتری 8 روستا را زیانمند کرده. چندین روستا مثل گرگ به خاطر که گلی بودند زیاد زیان دیدند. کارمندان صلیب سرخ هم با این اندازه ویرانی کار کرده نمی توانند. زلزله در کرمان بی پیشینه نیست. زلزله سال 2003 جان 31,000 باشنده کرمان را گرفت. ماه گذشته زلزله 7.3 ریشتری در ولایت کرمانشاهی ایران جان 530 تن را گرفت و هزاران تن دیگر را زخمی ساخت. باران‌های سنگین چند شهر در سریلانکا را زیانمند ساخته است. باران و سیلاب در جنوب، شرق و مناطق مرکزی سریلانکا جان چند تن را نیز گرفته است. باد و باران و سیلاب بسیاری از مکان‌ها در سریلانکا را زیر آب کرده. تا کنون از مرگ دست کم 5 تن گزارش شده و 5 ماهیگیر هم ناپدیدند. خانه ها پر از آب شده، اما نظامیان تلاش دارند تا جلوه ویرانی بیشتر را بگیرند. تا کنون 50,000 تن زیانمند شدند. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکان جهان در یک مراسم مذهبی در داکا پایتخت بنگلادش اشتراک کرد. نزدیک 100,000 تن در این مراسم گرد هم آمدند. پاپ که روز پنجشنبه وارد داکا شد با مهاجران روهینگیا هم می‌بیند. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکان جهان پس از پایان یک مراسم مذهبی با چهره های مذهبی دید. نزدیک به 100,000 تن گرده هم آمده بودند. پاپ امروز جمعه 16 کشش را رسماً گماشت. نوبت جمعه پاپ فرانسیس مراسم دعاخوانی صلح را میزبانی می کند که در آن مسلمانان، هندوها، بوداییها و دیگر رهبران مسیحی اشتراک می کنند. در این بازدید پاپ با مسلمانان مهاجر روهینگیا نیز دیدار می کند. پاپ روز پنجشنبه وارد داکا شد و از جامعه جهانی خواست که برای ختم بحران روهینگیا اقدام کنند. در سرکوب حکومت میانمار بیش از 620,000 تن از ایالت راخین میانمار به بنگلادش گریختند. و روسیه امشب میزبان مراسم قرعه‌کشی جام جهانی 2018 است.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در این مراسم اشتراک میکند. انتظار میرود در این جام 32 تیم فوتبال بر رقابت بپردازند. پیشاپیش آمادگی برای برگزاری این بازی ها ادامه دارد. آخرین آمادگی ها برای میزبانی جام جهانی فوتبال. ورزشگاه های بزرگ در 11 شهر روسیه آماده پذیرایی از صدها هزار تماشاچی می شوند. کار ساختمان همه این ورزشگاه ها تقریبا تمام است. با آغاز بازی ها نیز چیز نزدیک به 8 ماه مانده. تیم های فوتبال 32 کشور از سراسر جهان در این بازی ها با هم رقابت می کنند. در کنار آمادگی های تکنیکی انتظار می رود تدابیر امنیتی نیز در جریان مسابقات شدید باشند، زیرا مقام های رسمی تهدیدهای امنیتی را نیز جدی گرفتند. تشکر از همراهی شما. همین خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما آزادی رادیو.com. تا دیدار دیگر، خدا نگهدار.